مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه تازه‌ای درباره افغانستان صادر کرده که ظاهراً بر بنیاد آن بر رسمیت شناخته شدن حکومت امارت اسلامی از سوی این نهاد به تأخیر افتاده است. بر بنیاد این قطعنامه غلام محمد اسحاق زی همچون نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد به کارش ادامه خواهد داد. مجمع عمومی تصمیم گرفت که در این باره اقدام نکند. بدین معنا که برای فعلا نمایندگان کنونی هر دو کشور میانمار و افغانستان در سمت‌هایشان در سازمان ملل باقی می‌مانند. اما امارت اسلامی که به واگذاری کرسی سازمان ملل به نمایندگی حکومت تازه تاکید می‌ورزد، باورمند است که همه شرایط را برای به دست آوردن این کرسی تکمیل کرده و جامعه جهانی باید بر بنیاد واقعیت‌ها تصمیم بگیرد. په ملګر ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې یو چا ته پرېښودل یا ورکول چې هغه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو نمایندګي نه کوي، نماینده نه وي، ناانصافي ده. دغه څوکۍ باید د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو نماینده ته ورکړل سي. برخی از آگاهان روابط بین الملل نیز میگویند که ادامه کار نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل مشروعیت ندارد. دوام کار نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بین الملل و عرف پذیرفته شده دیپلماتیک مشروعیت ندارد و نمیتواند به حل مشکلات موجود افغانستان بپردازد. دیگر اون دولت و اون جمهوریت وجود ندارد. رئیس جمهور از او فرار کرده، حکومت از هم پاشیده و دیگر نظامی وجود نداره به نام نظام جمهوریت. بنابراین بسیار خوب است که یک تعامل بین ملی به وجود بیاید و طالبان یک ژرف‌نگری بکنند بر سیاست‌های داخلی و خارجی خود. روسیه، چین و ایالات متحده از اعضای نونفری کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد هستند که درباره اعتبار و صلاحیت نمایندگان 193 عضو این سازمان تصمیم گیری می کنند. این تصمیم در سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تصویب شد، اما نماینده افغانستان در این باره سخنرانی نکرد. وزارت امور خارجه در واکنش به این موضوع گفته که این کار حقوق مشروع مردم افغانستان سودی نداشته و مبنای قانونی هم ندارد.